سلام، گاهی وقتا که قرار بر صدر دین اسباب بازی بخرم و میرم تو یک مغازه اسباب بازی فروشی، تعجب میکنم از این همه تنوع اسباب بازی، یا بعضی وقتا که با هم میریم شهر بازی تعجب میکنم از این همه امکانات عجیب غریبی که برای بچه های این دور زمونه تعبیه شده. زمان ما اصلا از این خبرها نبود، اصلا اینقدر اسباب بازی ها تنوع نداشتن، اینقدر شهر بازی ها وسایل مختلفی برای بازی بچه ها نداشتن. و سوالی که مطرحه اینه که این حجم از تنوع و تکثر توی اسباب بازی ها آیا باعث میشه که بچه ها لذت بیشتری از بازی ببرن؟ تو عصر شیرین امروز در موردش بیشتر صحبت میکنیم. کافیه که یه سر کوچیک به مغازه اسباب بازی فروشی زده باشیم تا متوجه بشیم که چقدر اسباب بازی هایی که الان بچه ها باهاش بازی میکنن متفاوته با اسباب بازی هایی که زمان بچگی های ما بوده. انگار زمین تا آسمون با هم فرق کردن، انگار اصلا اسباب بازی ها یه جهان تازه‌ای پیدا کردن. و سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این همه متنوع شدن اسباب بازی ها کیفیت بازی بچه‌ها رو بالا میبره؟ با خانم منجوقی عزیز هستیم و قراره در این باره ازشون بشنویم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم. سلام، وقتتون بخیر باشه. همه ما میدونیم که بازی یکی از اساسی ترین نیازهای بچه هاست، اما این بازی نیاز به سری ابزار و وسیله داره. همطور که شما گفتید، قدیم ترها ما با کوچکترین وسیله ها خیلی راحت بازی میکردیم، اما الان کافیه که بریم اسباب بازی فروشی و اصلا خودمون ناتوان از تصمیم گیری، بچه ها ناتوان از تصمیم گیری از تنوع این همه اسباب بازی. اما قبل از هر چیز میخوام از این وسیله هایی که الان روی این میز چیدیم از شما سوال بپرسم، به نظرتون اینا چیه؟
اینا یه سری وسایل دم دستی که توی خونه هامون هستش و بعضیاش هم دور ریختنی ظاهرن. نه برای یه نایلون به من بدین من اون آشغالاشو جمع کنم. ته چسب، سر بیسیم، چوب خشک، دیگه شاید قوطی شکلات که درش نیست، کاج، یه بچه دایناسور، یه تیکه فلز یا نمیدونم یه حلقه است. شما بچه هاتون تو خونه چه بازیایی میکنن؟ احساس کردم که شما امروز ذهن منو خوندین، چون من انقدر کلافه بودم از این که الان شما مثلا قطعه های رنگی رو میزو که نگاه بکنید فکر کنید در اون کشویی که باز میشه یه حجمی از حالا چیزی که از نگاه ما بزرگتر آشغال میریزه بیرون و بعد خب مثلا بچه باش بازی میکنه و گفتم من میرم یه نایلون برمیدارم یه روز که صدرالدین نبود همه اینا رو جمع میکنم چهار تا اسباب بازی درست نگه میدارم. نکنین این کارو. و حالا شما برم جالب بودی و هوینا رو گذاشتین اینجا. صدرالدین چه بازیایی میکنه خانم متولیه؟ عاشق اینه که یه نخ برداره به بند متصل بکنه بکشه همه چی رو به همه وصل بکنه. گرونترین اسباب بازی که تا حالا براش خریدین چی بوده؟ یه دایناسور. یه دایناسوره که بخار از دهنش میاد بیرون و را میره و چشاش روشن میشه. صدرالدین جان ظاهرا خیلی به دایناسور علاقه داره. خیلی دایناسور مورد علاقه. شما چی؟ خب من فکر میکنم گرونترین اسباب بازی که برای بچه ها گرفتم کوادکوپتر بود که همین اواخر براشون گرفتیم و بیشتر از 6-7 روزم سرگرمشون نکرد. یعنی اون لذت و آرزویی که به قول خودشون داشتن و توی رویاهاشون بود که داشته باشن به 6-7 روز بیشتر نکشید. شما چی خانم سلیمانی؟ پیچیده ترین اسباب بازی یا حالا گرون ترین اسباب بازی که برای دخترها خریدین؟ یه چیزی که خیلی تو ذهنم مونده هلیکوپتر کنترلی بود که فاطمه 4-5 سالش بود خیلی دوست داشت و تفلک 5 دقیقه بیشتر باش بازی نکرد. چرا؟ چون انقدر اینا ظریفن اولین ضربه که خورد یه چرخ دندش شکست و دیگه استفاده نکرد. جالبه که من خودم تجربه کردم. امیر حسین اون پسر بزرگم معمولا برای اسباب بازی های گرون قیمت و حالا پیچیده و اینها خیلی ذوق و شوق نشون میده که بگیریم، یعنی انگار که واقعا نجذابه خیلی دوست داره، ولی همطور که حمیده جون گفت وقتی میگیره انگار که بعد یه دو سه روز کاملا بی رغبت میشه نسبت به اون و اصلا میذارتش کنار. یعنی ما دو تا کمد پر از اسباب بازی هایی داریم که خیلی از بچه ها ممکنه که حسرتش رو داشته باشن ولی عملا شاید 6-7 ماه یک بار هم در اون کمد اصلا باز نمیشه و برعکس عاشق این وسیله هاست. ابزار بازی امیر حسین انواع این خورده ریزاست به اضافه یه چسب حرارتی که شروع میکنه با اینها بازی کردن یا ممکنه که ساعتها بشینه و یه چیزایی بسازه و اینها. شما چی؟ من خیلی اسباب بازی گرون خب نمیخریم. نه کلن زیاد اسباب بازی نمیخریم. ما هم بیشتر همین مشغولیات همون آره با همین هاست. مثلا میرن از طبیعت با کیسه میرن طبیعت کاج و برگ و اینا در میارن بعد میان قشنگ چند روز با همون بازی میکنن. سرگرمن به قول شما چیزهای مختلف میسازن، جاده میسازن، شکلهای مختلف، هزار جور بازی از توش در میارن و خیلی خوب نرفتیم به اون سمت اسباب بازی های. خب خیلی جالب بود این برای من تغییر نگاهی که نسبت به اسباب بازی هایی که از نظر خودم بلا استفاده و آشغال محسوب میشن ایجاد کردین. تو قسمت بعدی در مورد بیشتر بشنویم ازت. Thank you.
خب گاهی وقتا ما والدین دغدغه بازی بچه ها رو داریم، به خاطر همین ممکنه که واقعا جستجو بکنیم، بگردیم که چه اسباب بازی پیدا بکنم، دغدغه رشد هوشش رو دارم، رشد های مختلفش رو دارم و میخوام که اسباب بازی هایی پیدا بکنم که همه جانبه بتونم این هوش فرزندم رو ارتقا بدم. در واقع من مادر فهمیدم که نیاز فرزندم چیه، اینجا نیاز به بازیه و دارم از اون ابزار استفاده میکنم برای رسیدن به یک هدفم دیگه. بله. به نظرتون یه چنین بازی بازیه دیگه؟ یه بنده خدایی بهم گفتش که بچه تقریبا 23 ماهه داره الان. دو ساله. آره. دو ساله نشده. پارسال که 6 ماهش بود گفت من رفتم چند میلیون دادم اسباب بازی های مختلف گرفتم، از نظر حرکتی، لامسه، دیگه شنیداری، اما اقسام که اینا تحریک بشه و خب رشد کنه. گفتم حالا چی شد که به این فکر افتادی که لازمه اینا رو تحریک کنی؟ گفت خب دیدم معمولا اسباب بازی ها رو میذارن که خب آدم استفاده کنه. اصلا پایین اسباب بازی ها می نویسن، اخیرا من دیدم جعبش پایینش نوشته تقویت، مثلا چی خلا. تقویت آفرین دقیقا. همه اینا رو نوشته و یه مادر بر اساس اون اولویتی که از برای بچهش در نظر گرفته که من مثلا مهارت دست ورزیش رو میخوام افزایش بدم، چیشو میخوام افزایش بدم، میره اسباب بازی ها رو انتخاب میکنه. ولی آیا درسته این قضیه؟ نه، من یه چیزی بگم، من خودم تجربهش رو داشتم. مثلا قائله به همون جریان زمان کیفی بازی های هدفمندی که مادر با فرزند داشته، یه مدت قشنگ قائله به اون بودم، انجامش میدادم. بازی هدفمند میکردید با بچه ها؟ بله. یه ذره بیشتر توضیح میدین چیکار کردین؟ ببینید در قالب بازی یک سری مهارت های کودک تقویت میشه، مثل آموزش ها به صورت مثال بزنید، مثلا بازی هایی که میکنیم، یه سری بازی رومیزی هستش که حالا ما وسیلهش هم نمیخریم، میگم همین وسایل دم دستی، ولی برای تقویت توجه تمرکزشه. یا یک سری بازی های حرکتی هست که مثلا میتونیم کوسن های مبل رو بذاریم، بگیم از روی آبی ها بپر، از کنار قرمز ها رد شو. خب این چند تا از نظر شنوایی، بینایی و توجه و تمرکز و حرکتی، هماهنگی پا و چشم و خیلی مهارت‌هاشو پوشش میده. و اینو شما طراحی میکنید براش؟ بله. خب چی شد که فکر کردید نیاز به تقویت داره؟ دقیقا این چیزی که به وجود اومده بود توی ذهن من این بودش که یک سری بچه یک سری توانمندی های بالقوه داره و میتونه بالفعل بشه که مهارتاش پرورش پیدا کنه و خیلی هم خوب بود، ولی از یه جایی به بعد احساس کردم که این حالت رهایی و اون انتخابگری کودک زیر سوال رفته و اصلا من شدم یه والد کنترلگر. من یه چیزی بگم، من فکر میکنم صحبت خانم اونجوقی اینه که ما اجازه بدیم بچه خودش بازی رو بسازه. حالا اگر من مادر من بخوام بازی رو بسازم، خیلی فرقی با این که بازی رو بخرم نداره، فقط شاید وسایلش برام در دسترس تره. درسته. و اصلا به اینجا رسیدم که خب نه، این انتخاب من نیست. گفتم با بازی رو به قول ایشون باید خود کودک بسازه و خودش لذت ببره و من هم در کنارش همراهی و لذت ببریم، یعنی با هم یه فضایی باشه که با هم لذت ببریم. دیگه از اون فاز هدفمندی بازی ها اومدید بیرون؟ خب نه، ببینید اومدم بیرون، ولی اصلا مثلا میبینم من دختر بزرگم کاملا از نظر حرکتی استعدادش خیلی زیاده. خب من اومدم اون چیزی که اون لذت میبره، حالا چرا؟ یه چیزایی هست قاعدتا تو هر بازی، اصلا بریم طبیعت رو نگاه هم کنیم، هیچ کاری هم نکنیم، فقط صحبت کنیم، خودش یه آموزش، خودش یه مهارتایی رو در بچه تام. ولی دیگه اینکه حتما باید این چهارچوب وجود داشته باشه، خیر، نه، اولین اولویت میشه رابطه من و دخترم بچه. لذت بردن جفتمون، این شده اولویت. خانم سلیمانی، با فاطمه و فهیمه چه بازی هایی میکردین؟ اسباب بازی اونا چی بود؟ فهیمه که خیلی عاشق عروسک بود، یعنی صبح تا شب رهاش میکردی، عروسک بازی میکرد، از وسایل غذایی و مواد غذایی استفاده میکرد. ولی فاطمه نه، فاطمه کافی بود که یه تیکه کاغذ و یه تیکه مداد کوچیک داشته باشه، خودش همیشه گنج بازی میکرد، مینوشت، نقشه میداد، اونم نه با ما، مثلا میخواستیم نه با ما، مثلا دوستم باید بیاد، راه های مختلفه، مثلا گنجش چی بود، مثلا یه دونه شاید از همین وسایلی که رومیز هست
خودش مخفی میکرد و با این گنج بازی کلی سر خودش رو گرم میکرد. بعد جالبه موقعی که تو ترافیک ما میموندیم این بچه اصلا صداش در نمیاد. خدای من آدم بزرگ خیلی خسته شدم. میگم من دارم با این پلاکا مثلا ماشینا یا مدل چراغاشون بازی میکنم. این مدل شمشیریه، اون مدلش مثلا چه میدونم قورباغه‌ایه، این عددش اینطوریه و خودش خودکار برای خودش سرگرمی داشت. و جالبه خانم سلیمانی وقتی که من والد حالا بنا به دلایل مختلف انگیزه های مختلف شروع میکنم به بازی کردن با بچه، آروم آروم انگار بچه ها ناتوان میشن از بازی کردن با خودشون. اصلا حتی این چیزی که دارن میگن، یعنی من ممکنه احساس بکنم بچه داره مسخره بازی در میاره، من یه اسباب بازی درست بدم دستش و بگم که بیاد قشنگ با این بازی کن، در حالی که اون الان براش کلی معنا داشته. مثلا من خودم یادمه، خب اون موقع که هنوز علم الان رو نداشتم، الان جزء توابین هستم، من خودم اوایل با امیر حسین جان خیلی بازی میکردم، خمیر بازی میکردیم و بعد یه مدتی دیدم که واقعا انگار نمیتونه، یعنی یکم من میخوام یه کاری انجام بدم مامان حوصله‌ام سر رفته، خب الان من چی کار کنم؟ ولی الان امیر عباس و البته امیر حسین هم همینطور، من از جایی که دیگه فهمیدم واقعا میتونه خودش رو سرگرم کنه، واقعا میتونن و دیگه انگار بنده من نیستن. البته نه به این معنی که من باهاشون بازی نکنم، ولی مثل اون موقع ها هم خودمو ملزم نمیدونستم و شاید یکی از دلایلی که من باهاش بازی میکردم، باز اعتراف میکنم، اون احساسیه که خیلی وقتا میاد سراغ مامانا. من اون موقع دانشجوی دکتری بودم و خب چون یه وقتایی مشغول درس بودم، گاهی احساس میکردم که مبادا من برای امیر حسین کم میذارم. بله، علت بازی ما مادرها بعضی وقتا جبران اون احساس گناهیه که داریم و چقدر اون احساس گناه برای مادر استرس و اضطراب ایجاد میکنه و برای بچه. صحبت بکنیم در مورد این موضوع تو بخش بعد. تولد صدرا ذهنم متمرکز بود روی سه نکاتی که درباره تربیت فرزند میگفتن. خیلی میخوندم درباره وظایف و حقوق پدر مادر در قبال بچه‌ها و اینجور چیزا، اما بعد تولد کلن قضیه جور دیگه ای شد که اصلا فکرش رو هم نمیکردم. یه روز بعد از ظهر همونجور که قدم زنون میرفتم پسرم رو از مهد بیارم، توی راه بوی نون تازه به مشامم خورد و حوس نون تازه کردم. با خودم گفتم برم اول پسرم رو بردارم بعد برم نونوایی. وقتی به مهد رسیدم صدرا رو صدا زدم. از دور دیدمش و دلم براش ضعف رفت. اینقدر که کوچولو بود و با نهایت مسئولیت پذیری کیف کوچولوش رو روی کولش انداخته بود و می اومد سمتم. با خودم فکر کردم کتف کوچولوش حتما خسته میشه اما به روی خودش نمیاره. همیشه با کارها و فکرهای بزرگونش دل همه رو می برد. لبخند زدم و براش دست تکون دادم. پرید توی بغلم، چسب کفشش رو بستم و طبق معمول پیاده و قدم زنان دست در دست هم راه افتادیم. صدرا شروع کرد مو به مو اتفاقهای مهدشون رو برام تعریف کرد و منم با دقت گوش می دادم. به نونوایی رسیدیم، کسی توی نونوایی نبود ولی یه عالم نون ردیف روی پیشخون مغازه بود. یکم این پا اون پا کردم و منتظر شدم که نونوا با همون لباسهای سفید و چهره جدیش از گوشه کناری پیدا بشه، اما نشد. همینطور که صدرا حرف میزد و من سرم رو تکون میدادم، این طرف و اون طرف رو نگاه کردم ببینم قضیه چیه. گفتم صدرا جان بریم مغازه بغلی. رفتم سوپرمارکت و با مغازه‌دار حرف زدم. صدرا غرق خوراکی‌های رنگ و رنگ شده بود و حواسش به من نبود. بریم پسرم. همینطور که چشمش به خوراکی‌ها بود دستمو گرفت و اومدیم بیرون. رفتم دم نونوایی و یه نون برداشتم.
نون هنوز گرم بود، عطرش میپیچید تو سر آدم و دل آدم آب مینداخت. دست پسرم رو گرفتم و راهی شدیم. یه تیکه نون کندم و توی دهنم گذاشتم و گفتم میخوری جونم؟ یه هو بی مقدمه سوال کرد مامان جون، ما دزدیم؟ خیلی هم لحنش سوالی بود، جوری که انگار میخواست مطمئن بشه. خیلی تعجب کردم. یه لحظه در جا وایسادم و چیزی که دیده بود رو توی ذهنم مرور کردم. صدم سیر خنده. هم شوکه شده بودم، هم تحلیلش برام جالب بود، هم لحنش خیلی بامزه بود. سعی کردم جدی باشم تا از سوالش خجالت نکشه و پشیمون نشه. گفتم چرا این فکر رو میکنی؟ گفت آخه شما وقتی کسی تو مغازه نبود نون رو برداشتی و ما با هم رفتیم. خودم رو گذاشتم جای پسرم. براش این سوال پیش اومده بود که چرا من بدون اجازه و بدون پرداخت پول نون رو برداشتم و رفتیم. من حتی تا اون موقع نمیدونستم بچه 3 ساله من با مفهوم دزدی آشناست. امان از کارتون ها. یکی از پسرای فامیل اینقدر فیلم و کارتون های نچندان جالب دیده بود که شغل آیندهش رو دزدی انتخاب کرده بود. بهش گفتم صدر یادت میاد رفتی مغازه بغلی؟ اونجا آقای فروشنده گفت آقای نونوا بهش سپرده هر کسی نون میخواد اینجا پولشو بده و بره نونشو برداره. منم پولشو حساب کردم و با اجازه رفتم و نون خودمون رو برداشتم. صدرا با پاش یه کاجو شوت کرد و گفت بهم نون میدی؟ منم یه شوت دیگه به کاج زدم و تیکه بزرگی از نون کندم و گذاشتم دهنش. بهش نگاه کردم که سعی میکنه با دهن کوچولوش تیکه بزرگ و خوش عطر نون بربری رو بجوه و قورت بده. دوباره دلم برای کوچولو بودنش ضعف رفت. به این فکر کردم که من هیچ وقت نمیتونم بفهمم تو سر کوچولوی بچه‌م چه چیزای بزرگی میگذره. اما میتونم مراقب رفتار خودم باشم. من مامان دغدغه بازی دارم و فکر میکنم که خب بچه‌م باید بازی بکنه، فکر درستی هم هست و تمام تلاشم رو میکنم که هر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم، هر اسباب بازی که، یعنی شاید یه وقتایی مجبور بشم از یه سری هزینه هم صرف نظر بکنم که اون پول رو بذارم اون اسباب بازی که فکر میکنم به رشد هوش بچه‌م کمک میکنه براش تهیه بکنم. ولی شما دارید امروز به ما میگید که نه، این کارو نکنید، دست نگه دارید. اسباب بازی های پیچیده، اسباب بازی های پیش ساخته بیشتر از اون قدری که بچه‌ها رو اجازه بده که خلاقیتشون بروز پیدا بکنه تازه خلاقیتشون رو کور میکنه. یعنی یه چیزیه که کاملا آماده است، هیچ نقطه ورودی برای بچه نداره. و یادمون نره که بازی یه فعالیتیه که باید 2 تا کار کرد برای بچه داشته باشه، 1 لذت و شادی و 2 خلاقیت. حالا بیایم ببینیم وقتی که من اسباب بازی پیچیده برای بچه‌ام می‌خرم آیا این 2 کار کرده بازی هست؟ نیست دیگه. اسباب بازی گرون قیمت که براش میخرم تازه اول سرزنش رو بکن نکن و ازش مراقبت کن، چرا اینجا گذاشتیه؟ پس نه لذت میبره نه خلاقیت داره. بعضی وقتا مامان و بابا میای محیط رو غنی میکنم. نمیدونم شنیدید تاله بحث غنی سازی محیط رو؟ من یه بنده خدایی بود گفتش که برمیدارم تو جعبه های مختلف حبوبات مختلف و میرزم با سایزهای مختلف که چی؟ که قدرت درک شنوای بچه رو بالا ببرم. حالا خرج چندانی هم نمی کنه، چند تا قوطی و همون چیزایی که تو خمه خونه ها هست
ولی این محیط رو غنی کنه. خب از کجا باید فکر کنه که مثلا محیط غنی نیست؟ محیط ضعیفه. من سوالی که از این مادر رو میپرسن وقتی با هم صحبت میکنن، یعنی با یه حالتی میگن من همه کاری برای بچه‌م کردم، خیلی براش وقت گذاشتم، روزی 2 ساعت باهاش بازی کردم، ولی الان انقدر حالش بده. میگم چه کارا کردی؟ مثلا من از این کارا کردم، نمیدونم من برنجای رنگی درست کردم که بعد بچه نمیدونم اینجوری با شکلای اینجوری بسازه. یعنی چی؟ یعنی محیط طبیعی زندگی رو این مادر فکر میکنه که یک محیط ضعیف غنی نیست و شروع میکنه دستکاری کردن محیط. و حالا چه اتفاقی در ذهن بچه میفته؟ میتونیم بگیم که بچه احساس میکنه اگر طبیعی بازی کنه مورد قبول مادر نیست و حتما باید اون راهی رو بره که مادر داره پیش روش میذاره. اصلا شخص میتونه که بدون مداخله مادر کار از کار جلو نمیره. ها؟ شاید این هم میتونه باشه. اعتماد به نفسش یا شاید هم متوجه میشه که یه انتظاری پشت اینا هست، حتما قراره من یه اتفاقی برام بیفته که مامان این همه برنجو به این شکل داره بر من درست میکنه. وگرنه یه بچه ممکنه بره تو کیسه برنج دستشم بکنه. بازی میگرفتم برای صدرالدین، میشوندمش، گفتم ماما این ماشینای قرمز رو باید کنار هم، تو این چیزای چوبی اینا رو باید کنار هم. بعد با این هیجانی بعد اون یه اساسا 4 تا رو میچید بلند میشه، ماما بیا اینجا، بیا داریم با هم بازی میکنیم. و اون فرار میکرد از این بازی. دقیقاً جالبه که ما یه وقتایی با بچه‌ها شروع میکنیم بازی کردن به این حساب که روانشناس خاصی یا پیج خاصی توصیه کرده که روزی حداقل نیم ساعت وقت با کیفیت بگذارین با بچه. مادر شاغله، مادر به هر دلیلی یه روز خاصی ممکنه حوصله بازی کردن نداشته باشه، ولی خودشو مجبور میکنه به اینکه بازی کن. و حالا ممکنه بچه تمایلی به بازی نداشته باشه و مادر میگه چی؟ بیا بشین اینجا، بیا با هم دیگه این بازیو بکنیم. تازه بازیای هدفمند، بازی که مادر سرچ کرده، طراحی میکنه و اصلا بچه توی این بازی هیچ کار است. یعنی نه نیاز به استقلال خود مختاریش دیده شده، نه نیاز به خلاقیت و کشف و کنجکاویش، و تازه کلی انتظار پشت این بازیه. و این بازی به جای اینکه به بچه من آرامش بده و به رابطه ما کمک بکنه، تازه کلی داره برای بچه چی اینجاد میکنه؟ آسیب و استراب. اصلا هم اون بازی اسباب بازی گرون باشه یا ارزون، همون که هدفمند و با طراحی این اتفاق بخواد بیفته، اینجا آسیبه، استراب، چون انتظار در ذهن بچه، یعنی بچه متوجه میشه که یه انتظاری پشتشه و حتما من به صورت فعلی مورد پذیرش مادرم نیستم، قرار یه شکلی بشم، من فعلی دوست داشتنی نیستم و مامانم داره یه تدابیری در واقع میاندیشه، داره یه کارایی میکنه منو به یه شکلی در بیاره که من دوست داشتنی بشم. و همین میشه عامل اصلی استراب بچه ها در اثر بازی کردن. خیلی خوشحال شدم، چون همیشه میگفتم چرا لسا اینقدر علاقه داره به اینکه من وسایلی که دور ریختنیه رو دور نریزم. مثلا همیشه هست به من اصرار میکنه که خواهش میکنم جعبه پیتزایی که از بیرون سفارش دادیم و نگه دار، من میخوام کار دستی درست کنم، حتما نگه داری. یا مثلا قوطی مایه لباس شویی رو، یعنی همیشه پارسال اصلا همیشه من یه موقعی فامیل و دوستان میگم یه سری چیزا رو من باید یواشکی دور بریزم، چون همیشه ما نمیشن. یا مثلا همین دیروز یه تعمیرکار اومده بود منزل ما، یه سری سیم و اینا بود که گفت اصلا این استفاده نمیشه. پارسال اصلا از اون ته پذیرایی فریاد زدن آقا نگه دار ما لازم نمیشه. نذاشتم نقشه حتما براش کشیدم. آره کلی نقشه کشیده بودم براش که ازش استفاده میکنی. حالا یه چیز دیگه من سریع اینو سوال ازتون بپرسم. گاهی بچه ها خودشون به اسباب بازی ها تمایل نشون میدن. یعنی ما نیستیم که میخوایم براشون اسباب بازی رو بخریم. خودشون اصرار دارن که براشون بخریم. در کنار وسایل این چه که مامان بازی ازش استفاده هیچ اشکالی نداره. ما میگیم اسباب بازی هدفمندی که شما خودتون با یه هدف خاصی بخرید. و البته ما مخالف اسباب بازی های پیچیده به اون شکل نیستیم. میتونید بخرید، ولی بدونید که اسباب بازی های ساده هم گاهی اوقات که نه، همیشه و حتی بیشتر از اون اسباب بازی های پیچیده میتونن کارآمد باشن. شاید یه پدر یا مادری دوست داشته باشه اسباب بازی های اونجوری هم بخره، ولی ما میگیم با همین اسباب بازی های ساده هم میشه کار کرد و چه بسا کار کرده اینها برای بچه بهتر باشه، میزان لذتش و خلاقیتی که بچه ها ایجاد میشه براشون بیشتره. خیلی ممنون.
جالبه. ما زمان بچگیمون با همین چیزا بازی میکردیم و من مثلا یادم مامان بزرگم برای عروسکم نشستن کنار من یه پتو متکا اینا دوختن و اصلا دنیای من مثلا اون پتو متکایی بود که عزیزشون برای عروسکم دوخته بود و خیلی لذت میبردم. و حالا الان بعد از این همه اسباب بازی‌های عجیب و متنوع و پیچیده که اومده، باز میرسیم به همین جایی که کنار همه این اسباب بازیه که اصلا زمان کودکی ما نبوده، باز هم اون چیزی که کمک میکنه و درسته برای رشد بچه ها شاید همین اسباب بازی های ساده باشه که در دسترسه و همه خیلی راحت میتونن ازش استفاده بکنن. سلام، خسته نباشیم، وقت شما بخیر. شما مادر چند فرزند هستیم؟ یه بچه دارم، دو فرزند، 7 ساله و 1 سال و 3-4 ماهه. 3 فرزند. چقدر اهل بازی با فرزندتونی؟ بسیار زیاد. بچه ها کلن توی سنین متفاوت انتظارات زیادی از بزرگترها دارن، اینکه درک بشن، اینکه فهمیده بشن. راستیتش بازی من با بازی آیلینم خیلی شبیه هم نیست، خیلی متفاوت شده. همین که اصلا من فکر میکنم نقش فضای مجازی خیلی مؤثر بوده در این زمینه. آیلین بیشتر بازی انفرادی رو دوست داره. دوست دارم باش بازی کنم، اگه مثلا کار اجازه بده حسنم بکشه، خب دوست دارم باش بازی کنم. وقت داشته باشم باهاشون بازی میکنم، ولی بیشتر تو خونه. زیاد دوست دارم با بچه بازی کنم، چون وقتی که با بچه بازی میکنی بچه یاد میگیره خیلی مسائل رو، در قالب بازی کردن میتونی تربیتش کنی. شده تا حالا بخواین مفهوم خاصی رو از طریق بازی به فرزندتون یاد بدین؟ آره خیلی زیاد. حالا مثلا یه چیزایی رو آدم میتونه محبت و دوست داشتن و ساختن و خیلی چیزایی که از لحاظ قرآنی میتونی توی بازی با اشیا بهش یاد بدی. اینکه کدومشون بزرگتره باید احترام بذاره، یا این کوچیکتره مراعاتشو بکنه، یا اینکه وقتی باباشون میاد میگم که بدو این بابا اومد ببینم کی زودتر میره سلام کنه. شده مثلا رفتار با همسن و سالهای خودش یا کسایی که بزرگتر از خودش هستن یا مثلا با جنس مخالفش. اینا تو بازی یاد دادیم. تو بازی فرزندان شما چه مدل بازی هایی رو دوست دارن؟ اول منج بود، مثلا با دور هم مثلا میشستیم بازی میکردیم. بازی های هیجانی، بازی هایی که مثلا بدو بدو باشه، گروهی باشه. مثلا چون میرن پارک هم سن و سالاشون هستن خیلی دوست دارن، یا خونه هم دوست دارن با هم باشن، بدو بدو کنن، قایم موشک بازی کنن. الان بیشتر فکری یا مثلا زبان انگلیسی بیشتر. مثلا با بچه هایی که کوچیک‌تر از خودش هم میان خونه ما، خواهرزاده برادرزاده، با اونا مثلا بیشتر در قالب همین زبان مثلا حرف میزنه، میگه بذار اینا یاد بگیرن. مثلا علاقش به پزشکی نام زیاد هست. این از بچگی برای من مثلا توصیه‌اش اینه که مثلا ما میری بیرون برای من وسایل پزشکی بخره جدیدن، ولی همونو در قالب این که داره توضیح میده برای افرادی که حالا وجود ندارن. بیشتر بازیایی که بتونه با فکر انجام بده، یا بیشتر دوست داره که مثلا ببریش تو محیط بیرون، بتونه با اطرافیان خودش ارتباط برقرار کنه. ارتباط گرفتن کودکان با کودکان خیلی مهمه، بچه چجوری بتونه محیط اجتماعی رو درک کنه. شما بازی مورد علاقتون تو بچگی چی بوده؟ همون والیبال یا همون بسکتبالی که بازی میشد، همون تیم دست جمعی که بین بچه‌ها داشتیم. خب خانم‌ها مأزورات زیادی دارن، اینم در نظر بگیریم که مثل پسر بچه ها یا آقایون فضای بازی رو نمیتونن لمس بکنن. معمولا بازی های آقایون شناختش و اون آزادی که هست بیشتر از مال خانم هاست. من به خاطر شغلی که دارم شاید فکر میکنم همش هم سمت پزشکی و پرستاری و اینا بودم. 5 سنگ چون خیلی دوست داشتم، الانم اگه کسی باشه پایه بازم بازی میکنم. بیشتر تاپ بازی بود، دختری نبود که باهاش بازی کنم، داداشم بودن. با اونا بیشتر توپ بازی و وسطی و نمیدونم تاپ بازی و لیلی. دخترها ساکتن دیگه، زیاد بازیه
خاصی نیستش. خیلی ممنون، متشکرم. قربان شما، سلام. بازی های هدفمند گفتید که باعث میشه بچه فکر بکنه که من این چیزی که الان هستم خیلی مورد پذیرش نیست و یک اضطرابی بچه ممکنه پیدا بکنه از اینکه باید یک تلاشی بکنم یه چیز دیگه ای بشم، یه شکلی بشم که مامانم میخواد، و نکنه این اضطراب از کجا میاد؟ نکنه من اون چیزی که مامانم دوست داره نشم؟ نکنه مهارت مثلا دستورزی افزایش پیدا نکنه؟ مامانم مثلا محیایی رو دوست داره که اونجوریه، برای همین داره با من این بازی ها رو میکنه. و جالبه که پدر مادرها و خصوصا حالا مادرها فکر میکنن که تازه با این بازی داره رابطهشون با بچه خوب میشه، در حالی که چون اون هدف پشت بازیه این رابطه داره روز به روز از هم دورتر میشن و این رابطه داره خدشه دار میشه. به همین دلیلی که بچه ها مضطرب میشن. حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ ما نمیگیم اسباب بازی نخریم، ما نمیگیم با بچه ها بازی نکنید، چون که ما خیلی هم در دینمون توصیه هایی داریم مبنی بر این که با بچه ها بچه بشید، با بچه ها بازی کنید. چقدر روایت داریم که پیامبر با بچه ها بازی میکردن. اما بیاین خیلی ریشه ای روی این مسئله یه مقدار فکر بکنیم. خانم متولی، ما گفتیم دو نیاز اساسی دارن بچه ها. چی بوده اون نیازشون؟ نیاز به استقلال و خودمختاری. نیاز به رابطه امن، رابطه ای که بچه احساس کنه که همه جوره توسط پدر و مادرش مورد پذیرشه، من در امنیت کاملم و کسی منو سرزنش نمی کنه، من دوست داشتنیم، من ارزشمندم. خب اگر من مادر بخوام با بچه‌م بازی کنم و بخوام این بازی برای بچه اثر بخش باشه، باید این دو نیاز در نظر گرفته بشه. در این حال کارکردهای بازی چی بود؟ به بچه لذت بده، خلاقیت. حالا اگر من یک سری شرط و شروط رو رعایت کنم در بازی با بچه، اون بازی میشه یک بازی خوب که برای بچه، برای مادر، برای هر دو اثر بخشه. چی کار کنم؟ بازی خوبه که بچه من درش احساس یعنی اون نیاز به استقلال و خودمختاریش حفظ شده باشه. یعنی چی کار کنم؟ خودش راهبری کنه خودش بازی، خودش اصلا پیشنهاد بازی رو بده. من مامان بهش نگم بیا الان بازی کن، الان تایم بازیه. اون استقلال و خودمختاری داشته باشه در این که با چه وسیله‌ای بازی کنیم، کی بازی کنیم، چقدر بازی کنی. یادم افتاد یه بنده خدایی میگفتش که بچه‌م خیلی تقاضای بازی داره از من و منم مشغول کارم. بعد میرم تو اتاقش میگم ببین مثلا لگو داری، ببین خمیر بازی داری، ببین عروسک داری، دونه دونه اسباب بازی ها. خب برو با اینای بازی کن دیگه، و باز همون تقاضای بازی رو داره با مادر. دوم نیاز به رابطه است، رابطه امنه. بازی هایی که با بچه ها میکنیم علاوه بر این که باید منتظر باشیم خود بچه بیاد و استقلال اون حفظ بشه، باید بازی باشه که غیر هدفمند باشه، چون بازی هدفمند عملا نیاز به رابطه رو داره تحت تاثیر قرار میده. درسته؟ من در بازی هدفمند دارم به بچه‌م غیر مستقیم میگم تو همینطور که هستی برای من ارزشمند و دوست داشتنی نیستی. پس بازی که توسط بچه پیشنهاد بشه، بازی که هدفمند نباشه. حالا دو عامل دیگه ای که توی بازی مهم بود، لذت بده به بچه. اگر من بازی رو طراحی بکنم، بازی رو با خستگی با بچه شروع بکنم، آیا به بچه من لذت میده؟ نه، قطعا استرابشو بالا میبره. اگه من بازی رو خودم طراحی بکنم، آیا بچه من خلاقیت داره؟ نه دیگه. پس یه جنبندی بکنی شما خانم متولیان، بازی بکنیم با بچه هامون، بله خیلی خوبه، اما چه بازی بکنیم با بچه هامون؟ پیشنهاد بازی از سمت بچه باشه، قدرت عمل توی بازی دست اون باشه، طراحی بازی برای اون باشه، و اصلا اون قرار باشه از اون بازی لذت ببره. هدفمند هم نباشه، چون انتظاری قراره اون احساس نکنه که انتظاری پشتشه، چون قراره که احساس دوست داشتنی بودن و اون نیاز به رابطه عمیق در واقع حفظ بشه.
و اون لذت و خلاقیت هم که در راستای همون مواردی بود که شما گفتید. مادر هم لذت ببره از مادر بازی. هم باید لذت ببره، یعنی بدون اینکه احساس کنه من باید با بچه‌م بازی کنم که فلان اتفاق بیفته. گاهی اوقات ما مامانا میشینیم بچه رو میبینیم وای الان چقدر کیف میده من با این کشتی بگیرم، چه الان داره بازی میکنه منم برم مهمونش بشم مثلا از غذاش بخورم. اینا خیلی اثر مثبتی روی رابطه داره و جالبه همون موقع بچه‌ها متوجه میشن که من مامان دارم باهاش بازی میکنم، یعنی ذهنم هماهنگ دارم باهاش کشتی میگیرم، یا نه با خستگی با اون احساس عذاب وجدانی که از مثلا شاغل بودنم درس خوندنم یا هر مورد دیگه با اون احساس دارم باهاش بازی میکنم و چک میکنن. چجوری چک میکنن؟ مرتب تقاضای بازی دارن. حالا تو این تقاضای بازی چه اتفاقی میفته؟ اگر با من بازی کنه پس منو دوست داره، شدم اونی که میخواست، اون چیزی که تو تصور مادر. حمیده این جلسه چه آورده‌ای برات داشت؟ این که کمتر صحبت کردم چون خیلی به فکر فرو رفتم، خیلی خوشحالم، خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم. خب به این نتیجه رسیده بودم که ای کاش میشد بچه ها خودشون برای خودشون بازی میکردن. از طرفی همه مقدار از وجدان داشتم که چرا من جدیدن مخصوصا کمتر فرصت میکنم باشون بازی کنم. الان به این نتیجه رسیدم که این از وجدان منم خیلی درست نبود، که یه جوری میشه گفت کاملا غلط بود، بهتره که بچه ها خودشون بخوان. خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم. خوبه که با بچه ها بازی کنیم، ولی بازی با عذاب وجدان اثر معکوس داره روی بچه ها. یه چیزی ذهنم رو درگیر کردیم که اگر بچه زمانی میاد مثال میزنه من مادر از بیرون اومدم، حالا به هر دلیلی خستم یا شرایط مناسب روحی خوبی برای بازی ندارم، اون لحظه وقتی بچه از من تقاضای بازی میکنه بهترین جوابی که میتونم بهش بدم که هم حال من رو درک کنه و هم من مادر به نوعی توی ذوق بچه‌ام نزده باشم باید چطور بهش بگم. شما پیشنهادتون رو بگین تا من بگم. شما بگید. من بگم. خیلی وقت نداریم عزیزم. من خیلی راحت به بچه ها میگم و خیلی راحت اونو میپذیرم. چی رو میگید؟ میگم واقعا الان توان ندارم، الان واقعا خستم، اجازه بدین استراحت کنم، بعدش با هم بازی میکنیم. ولی شاید قبل از این به خاطر اینکه احساس میکردم خب چند ساعت بچه ها تو خونه تنها بودن و دور از من، مجبور میکردم خودم رو با هر ضرب و زوری همون لحظه یه بازی تصنعی با بچه ها راه مینداختم. با بچه در واقع چون موقع فقط امیر حسین رو داشتم و میدونم که به دل امیر حسینم نمیچسبی. یکی از شاخص ترین ویژگی های کارگاه مادری ما این بود که همیشه انتهای جلسات به یک راه رهایی میرسیدیم که واقعا مادر رو از اون استراب و استرسی که داره جدا میکرد و بهش میگفت که ببین اصلا مادری کار خیلی تخصصی و کار عجیب غریبی نیست، تو همینی که هستی کافی هستی، طبیعی باشی بهترین مسیر رو طی میکنی. خیلی متشکرم از شما به خاطر حضورتون، توضیحاتتون. دوستان ممنونم از همراهی شما. خانم سلیمانی عزیز متشکرم و ممنون. لیلا دارایی هم، انیمیشن خوندم، همسرم هستن، ریاضی خوندن، علی خداوردی، بعد ایشون هم آقا علیسان هستن، 8 سالشونه، میرن کلاس دوم و ایشون هم مشکات خانوم هستن، 3 سالشونه. یه آبجی دیگه هم دارن که
هنوز به ما ملحق نشده، برای اولین تجربهش رفته مسافرت تنهایی مشهد. اول که رأس خانواده همسر، ایشون خیلی مهربون، مسئولیت پذیر، برای بچه ها خانوادهش وقت میذاره. امروز مثلا کلی کار داشت به خاطر ما، دیگه از کاراش زده اومده، خانوادهش بهش خوش بگذرن. این آقا علیستانم که یه دیوار راست و شیطونی و ورزشکار، بسکتبالیست، فوتبالیست. علیستان خیلی شیطونه، خیلی شیطونه و خواهرشو خیلی دوست داره، برعکس ظاهرش که نشون نمیده، ولی خواهرشو خیلی دوست داره، خیلی حامیه، حواسش هست به تو خواهرش. ایشونم که خدای زبونن، بعد کتاغاری عاشق گوشیه، رفت گوشی مامانی، الان بعدم بدونی. بعد دیگه دو تا رئیس داشته، دو تا مربی داشته. یه حرفش حرفه دیگه. اونجا ببین. حالا میخواد بریم پارک. مشکاتم دیگه مجموعه ای از این اکسیری، از این دو تای دیگه است. همه رو یه چیزی از این گرفته. اینم خیلی خیلی مثلا بچه های یه وقت جایی میمونن، خواهر برادرش خونه مادر بزرگ نه، همون میاد بشینه تو ماشین، احساس دلتنگی میکنه. یه مثلا چرا علیسان مون، چرا آبجی تسنیم مون، آره ناراحته، قصه داره، مثلا خیلی مهربونه و خیلی شیطون و پر جنب و جوش. بخوردن دیگه. آبجی بزرگشون هم که خیلی مهربون، تسنیم، تسنیم خدا بعد، آره تسنیم خدا بردی، خیلی مهربونه، خیلی وقتی میبینه من کار دارم، با اینکه ماشاءالله خیلی شیطونه، ولی یه موقعی میبینه من کار دارم سعی میکنه که مثلا بیاد کمک من. بعد 10 سالشه، بعد یعنی بین 10 و 11. تسنیم دخترم که نیست الان متاسفانه پیش ما، مهربونه، خیلی مهربونه، خیلی فوق‌العاده عاطفیه. خودم پر جنب و جوشم، انرژیم زیاده، اینجوری که شاید بعضی ها رو خسته کنه. کلن یه جوری نه ندارم برای کلن بیرون رفتن، ترجیح اینه که همش تو فعالیت باشم. همسرم صبوریش خیلی بیشتر تو بله، یک خب اون تحرک و جنب و جوشش که هیچی بماند، انرژی داشتنش، صبوریش خیلی زیاد. سعی میکنم خوب باشم، سعی میکنم بتونم براشون وقت بذارم، هم برای همسرم هم برای بچه ها. حالا کلاسی میره با علیسان، حالا چون پسره بیشتر، حالا فوتبال میریم با هم، استخری وقتایی مثلا بشه میریم. بعد با بچه های با تسنیم و مشکات هم معمولا پارک، مثلا شهر شن. هفته پیش ستایی بردمشون آزمایش خون مثلا، آره. بعد ستایی با هم رفته بودیم، آره با هم رفته بودیم، بعد دیگه رفتیم و اومدیم، بچه ها گفتن بریم خب یه جایی بریم، پارکی بریم، چیزی بریم، دیگه از صبح رفتیم شهر شن و بعد رفتن بازی و بعد رفتن بستنی خوردن، بعد رفتیم کیف زدیم دیگه، آره ستایی خوش گذروندن به قول خودشون. بخوام خانوادمون رو توصیف کنم، اینجوری میشه گفتش که یه خانواده پر انرژی. بعد حالا به تب من چون انرژی خودم زیاده، بچه ها هم دیگه انرژیشون بالاست، یعنی خسته نمیشن دیگه. و اینکه خیلی دوست داریم کنار هم باشیم، یعنی با هم بریم مسافرت، پارک، مثلا این خانمایی که خودشون تنهایی میرن نداریم زیاد اونجوری، هر جا رفتیم بیشتر با هم بوده. بعد دیگه همه همدیگر رو دوست داریم دیگه، مهربون. اشرب چای زای. تعيش
بعضی وقتا پیش میاد که کودکی خودمون رو با دوران کودکی بچه هامون مقایسه میکنیم. یکی از خوبیای این مقایسه میتونه این باشه که حال و احوال خودم در مواجهه با رفتار والدینم رو به یاد بیارم و از دل این یادآوری پل بزنم به حس و حالی که بچه‌م از رفتار و حرفهای من پیدا میکنه. همین میتونه یه سرنخ خوب و کارآمد برای اصلاح رفتارهای تربیتیمون باشه. خیلی عزیزید، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.